اولین چیزی که موقع بررسی یک مجموعه داده انجام میدید اینه که خودتون رو باهاش تطبیق بدید. این شامل نگاه کردن به مقادیر حداقل و حداکثر و مرتب سازی داده هاست به نحوی که معنادار باشد. ما داده هایی درباره تولید ناخالص داخلی، هزینه های بهداشت عمومی و امید به زندگی داریم. مرتب سازی میتونه در پاسخ به سوال هایی مثل این به ما کمک کنه. کدوم کشورها بالاترین یا پایین ترین تولید ناخالص داخلی رو دارند. تمام صفحه ای رو که میخواید مرتب بکنید انتخاب کنید. روی منوی دیتا برید و سورت رنج رو انتخاب کنید. گزینه بعدی که باید انتخاب بکنید اینه. دیتا هز هدر رو. ستونی رو که می‌خواید مرتب بکنید انتخاب کنید. میخوایم که از کوچیک به بزرگ این مقادیر رو مرتب کنیم. روی گزینه سورت کلیک کنید. خواهید دید که صفحه رو بر اساس کمترین میزان تولید ناخالص داخلی تا بیشترین مقدار اون مرتب میکنه. سعی کنید که بقیه ستون ها رو هم مرتب کنید. اما کاملا احتیاط و دقت به خرج بدید. یک اشتباه رایج اینه که فراموش کنید موقع مرتب سازی همه داده ها رو انتخاب کنید. اگه بدون انتخاب همه داده ها بخواید ستون رو مرتب کنید، دیگر ردیف های داده با هم جفت و جور نخواهند بود.